فرانک میرقهاری یکی از بازیگران جذاب دوران قبل انقلاب بود که هر هنر دوستی در اون زمان عاشق و شیفتش بوده. اما اون سرنوشت عجیبی رو توی زندگیش گذرونده که در ادامه این ویدیو به این موضوع میپردازیم. قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. فرانک میرقهاری در روز 15 تیر 1323 در حالی که پدرش سرهنگ سید باقر میرقهاری به همراه همسرش سیاره کاوه برای مأموریت به استان آذربایجان غربی سفر کرده بودند در شهر ماکو زاده شد. اون که فرزند سوم خانواده بود به دلیل فوت دو فرزند قبل از خود نزد پدر و مادر خیلی عزیز بود. فرانک در نوجوانی با تشویق و علاقه پدر توی رشته هنری و ورزش شرکت میکرد. ایشون در رشته موزیک نواختن سازهای ویولون و پیانو را آموزش دید و در تیمهای ورزشی نظیر دوچرخه سواری، بسکتبال، والیبال، پینگ پونگ و اسب سواری همکاری داشت. در سالهایی که پدرش در شیراز مأموریت داشت و فرانک نوجوانی 13 ساله بود، در رفت آمدهای فامیلی و با پسری 15 ساله به نام حبیب آشنا شد. اونها که با هم نسبت دور فامیلی داشتن، همدیگر رو در این مهمونی‌ها می‌دیدند تا اینکه هر دو تحت احساسات جوانی به هم علاقه‌مند شدند و حبیب از فرانک خواستگاری کرد، اما پدر فرانک با این خواسته مخالفت داشت. بر این عقیده بود که سن هر دو اونها کمه و این ازدواج اصلا به صلاحشون نیست. سرانجام پس از گذشته چند سال اونا بار دیگه به تهران بازگشتند. فرانک که در سال دهم تحصیلی در رشته طبیعی به مدرسه میرفت، به پیشنهاد کارگردان ساموئل خاچیکیان برای رول اول در فیلم تپه عشق نقشی در مقابل ویگن نزد پدر رفت و ازش خواست که اجازه بده در این فیلم بازی کنه. اما پدرش مخالفت کرد و بعد از اصرار آرمان و ساموئل خاچیکیان و سیامک پورزند و عباس پهلوان با این گفته که یکی باید راهگشاشه که دختری از خانواده به سینما بیاد، اون رو راضی کردند. پدرش تنها به این شرط راضی شد که در 3 ماه تعطیلات تابستون فیلم برداری بشه و در زمان شروع مدرسه فرانک به درسش برسه. و در قراردادی که منعقد میشه صحنه‌های برهنه و غیر اخلاقی در نقشش نباشه. ایشون وقتی که نامش در سینما بر سر زبونا افتاد، به علت علاقه و هجوم شاگردان مدرسه که دلشون میخواست باش عکس و امضا بگیرن و دائم ازش سوالهای عجیب غریب سینمایی میپرسیدن، قرار شد که بقیه تحصیلاتش رو توی منزل ادامه بده. فرانک با جنجال فراوان وارد سینما شد، چون برای اولین بار یک دختر از پشت میز مدرسه و خانواده به سینما اومده بود. فرانک بعد از مدتی با پیشنهادهای بازیگری بسیاری روبرو شد که در یک زمان قرارداد 7 فیلم را با هم داشت و مجبور بود هر روز را برای فیلمبرداری یک فیلم اختصاص بده. جولیه دختر زنده یاد ویگن در مصاحبه‌ای در مورد ویگن گفته بود که پدرم آدم متعهدیه، رسم امانتداری رو خوب میفهمه. همین اخلاقش باعث شد مدتی تبعید بشه. ازشون پرسیده میشه چرا تبعید؟ میگه زمانی که فرانک میرقهاری تازه وارد عالم هنر شد، پدرش که به سختی قبول کرده بود توی سینما بازی کنه، اون رو فقط به ویگن سپرد و گفت میخوام تو از دخترم مراقبت بکنی. آیا از جان و دل مراقب دخترم هستی؟ ویگن هم میگه از فرانک بیشتر از جان خودم مراقبت میکنم. مدتی میگذره تا اینکه ویگن به همراه چند نفر از جمله فرانک به شمال میره. شبی در موتل قو ویگن و فرانک سر یک میز نشسته بودن و مشغول خوردن شام بودن. شاپور غلامرضا هم اونجا بوده. مست به طرف میزی که ویگن و فرانک نشسته بودن میره و میگه چه دختر خوشگلی. ویگن که منظور اون رو میفهمه میگه دور این دختر رو خط بکش، پدرش اون رو به من سپرده. شاپور غلامرضا شروع به داد و بیداد میکنه که چرا حرف بیخود میزنی، پدرش به من سپرده یعنی چی، و گیلاس پر از مشروب رو به صورت ویگن میپاشه. ویگن هم عصبانی میشه و به شاپور غلامرضا حمله میکنه. کارکنان اونجا بعد از درگیری ویگن اون رو از در پشتی فراری میدن. تعدادی ملوان اونجا بودن و ویگن رو با خودشون به مخفیگاهی میبرن تا جانش در امان بمونه. ویگن نزد ملوانها به صورت مخفی زندگی میکنه و بعد با خود شخص شاه مستقیما تماس میگیره و جریان رو برای شاه توضیح میده و میگه میدونم که از این قضیه جان سالم به در نمیبرم. شاه هم با اعلام اینکه ویگن رو تبعید کرده اون رو به آمریکا میفرسته تا آبها از آسیا بیفته.
برای همین ویگن مدتی در آمریکا زندگی کرد و بعد برگشت. فرانک بعد از 3 سال و بازیگری در 15 فیلم به علت دلخوری و مقایسه شدن با بازیگران سکسی آن روزها 3 سال پیشنهاد فیلم رو قبول نکرد و همین باعث شد که چند هنرپیشه زن به سینما راه پیدا کنند و او به حاشیه رانده بشه. بعد از اون به پیشنهاد استدیو عصر طلایی با فیلم 2 انسان نقش مقابل ایرج قادری فعالیتش رو شروع کرد و بعد در 19 فیلم دیگه بازی کرد. یکی از این فیلم ها به نام در آمریکا اتفاق افتاد بود که کل فیلم برداری فیلم در آمریکا انجام شد و آخرین فیلمش ستاره سهیله که با ایرج قادری، علی میری و جمشید آریایی یا هاشمپور همبازی بوده. در سال 1350 به ازدواج داریوش معینی در اومد که به علت مخالفت شوهرش از فعالیت در سینما کناره گرفت. در سال 1355 پس از جدایی از او برای دیدار خانواده‌اش که ساکن آمریکا بودند به نیویورک سفر کرد و این سفر به اقامت طولانی مبدل شد. فرانک در سال 1981 میلادی در شهر لس آنجلس اولین کنسرت خارج از کشور را برپا کرد و این برنامه‌ها شامل انتخاب دختر شایسته مقیم خارج از کشور، نمایشگاه‌های بزرگ بین‌المللی، برنامه 13 به در در لاس وگاس که با آوردن خوانندگان تازه به عرصه موزیک همراه بود. در سال 1992 بعد از سال‌ها گذر از حوادث گوناگون و جابجایی از ایران به اروپا و آمریکا، طی تماس تلفنی از بیژن سمندر، شاعر معروف شیرازی مطلع شد که دکتر حبیب الله فرهودی، پزشک سرشناس و محبوب ایرانیان مقیم واشنگتن دی سی، خواستار دریافت شماره تماسشه. ایشون همونی بود که در جوانی عاشق و شیفته فرانک بود، ولی دست تقدیر اونا رو از همدیگه جدا کرده بود. حالا که فهمیده فرانک با آمریکا اومده، به دنبال شماره تلفنشه. در اولین تماس تلفنی خودش با فرانک، از آتش عشق دوران نوجوانیش در باغ دهقان شیراز سخن گفت و به یاد داشت که همون شب به مادرش گفته بود: مادر، احساس میکنم عاشق شدم. من چرا تب کردم؟ چرا اینقدر حالم بده؟ در سال 1993 فرانک برای دیدن مادرش به نیویورک رفت و حبیب از او دعوت کرد که در آتلانتیک سیتی کنسرت برگزار کنه. بعد از اون پس از 2 روز دیدار با هم نامزد شدن و بعد از 2 ماه ازدواج کردن و فرانک به واشنگتن نقل مکان کرد. فرانک در این مدت کنسرت هایی رو در واشنگتن، آتلانتا، نیویورک، نیوجرسی، ویرجینیا و مریلند برپا کرد. ایشون در آخرین مصاحبهش گفته بود: در دولت احمدی نژاد قرار بر این بود که کنسرت ها توسط کمپانی هارمونی گروپ که در حقیقت کمپانی منه در ایران اجرا بشه و این اجازه داده شده بود که من به همراه شوهرم اومدم و همینطور همسرم در صدد باز کردن کلینیکی بود در کیش که البته وقتی طبابت اینجا رو دید پشیمون شد. حالا من برای آقای روحانی نامه‌ای نوشتم و پیغامی دریافت کردم مبنی بر این که به معاون اجراییات سپرده شده که البته در آخرم جوابی هم نگرفتیم. همونطور که میدونید من هیچ وقت توی دبی برنامه نذاشتم، چون 30 سال پیش دبی چند تا کوچه خاکی بود که از صدق سر کنسرت های ما و بریز به پاش مردم ما دبی تبدیل شده به این شکل. فرانک و همسرش دکتر حبیب الله فرهودی در ایران زندگی می کردن تا سرانجام در سال 98 حبیب درگذشت. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می کنید. اگر می‌خواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.